حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با نوشتن نامه به آیت الله علی خامنه ای ضمن تشکر از هدایت ها و حمایت های مستمر رهبر جمهوری اسلامی در موضوع پرونده هسته ای به او اطمینان خاطر داده که دولت توافق هسته ای را با رعایت ملاحظات و الزامات وی اجرا خواهد کرد به نوشته رئیس جمهوری ایران دولت با رعایت ملاحظات و الزامات رهبر جمهوری اسلامی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای کامل و با حسنیت برجام اقدام خواهد کرد رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در این حال تاکید کرده انجام تعهدات طرف مقابل با هوشیاری کامل رسد و تصمیم مقتضی برای واکنش متناسب در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ خواهد شد او در ادامه نامه خود بخشی از دستاوردهای مذاکرات خسته ای و تصویب برجام را برشمرده و نوشته است که اکنون پروژه صهیونیستی حراصفگانی و امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران شکست خورده است. او با اشاره به رفع تحریم ها هم نوشته اقتصاد ایران فست جدیدی را آغاز خواهد کرد. حسن روحانی ابراز اطمینان کرده است که با اجرای برجام و فضای مثبت جهانی ناشی از آن موجبات تامین منافع مردم و رشد و شکوفایی و پیشرفت همه جانبه کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی را فراهم خواهد آورد. روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی با نوشتن نامه خطاب به حسن روحانی مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران درباره برجام را تایید کرد اما در این حال الزامات و شروطی نهگانه برای اجرای برجام را اعلام کرد رهبر جمهوری اسلامی از جمله نوشته است وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانی از جمله بحانه های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات نقض برجام محسوب خواهد شد گفته می شود مصوبه مرداد ماه شورای عالی امنیت ملی درباره برجام نیز ملاحظاتی دهگانه در اجرای برجام را مطرح کرده است رسانه های غربی گزارش دادند که ایالات متحده بریتانیا فرانسه و آلمان روز چهارشنبه 29 مهر ماه در نامه‌ای به کمیته تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل آزمایش اخیر موشک بالستیک در ایران را به اطلاع این نهاد ناظر رسانده آن را ناقض تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خوانده و خواستار واکنش سریع به این اقدام شدند اشاره قدرت های غربی به آزمایش موشک دوربرد هدایت پذیر اماد است که روز هجده مهر در ایران انجام شده است به گزارش رسانه های نزدیک به محافل امنیتی در ایران برد این موشک که از نسل جدید موشک های بالستیک زمین به زمین است 1700 کیلومتر و وزن کلاهک آن تا 750 کیلوگرم است و ضریب خطایی کمتر از 5 متر دارد مقام های دفاعی ایران گفتند که این موشک را می تا لحظه اصابت به هدف هدایت و کنترل کنند به گزارش خبرگزاری رویترز این نامه از سوی آمریکا به نمایندگی از سه کشور دیگر به شورای امنیت ارسال شده و در آن تصریح شده که موشک اماد از قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای برخوردار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیشتر در واکنش به این اظهارات تاکید کرده بود که هیچ یک از موشک های جمهوری اسلامی برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشدند در این نامه همچنین آمده است ما اطمینان داریم که این اطلاعات به کمیته تحریم های ایران در شورای امنیت کمک خواهد کرد تا به مسئولیت خود عمل کند و واکنش لازم را به نقض جدی تحریم های شورای امنیت نشان دهد بر اساس قطع نامه 1929 شورای امنیت مصوب 9 جوان 2010 ایران از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک های منع شده است. این نخستین آزمایش موشکی ایران پس از توافق تاریخی هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی است. آمریکا تاکید کرده است که توسعه صنایع موشکی ایران مسئله‌ای کاملا مجزا از توافق هسته‌ای است. چرا که هدف از توافق جامع چیزی نیست جز مسدود کردن مسیر دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، سامانتا پاور نماینده ی آمریکا در سازمان ملل متحد، آزمایش موشکی ایران را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و گفته آمریکا این رویداد را مسئله‌ای بسیار مهم تلقی می‌کند که ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد. هفته گذشته سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران با زبانی تهدیدآمیز خطاب به قدرت‌های غربی گفته بود که اگر اشتباهی از بیگانه سر بزند پایگاه‌های موشکی ایران از اعماق زمین مانند آتشفشان فوران می‌کند. به گفته او موشک ها در بردهای های مختلف در همه پایگاه ها بر روی پرتابگر سوار آماده پرتاب و دستها بر روی ماشه است و فقط منتظر دستور فرمانده معظم کل قوا هستیم مجلس شورای اسلامی هم هفته گذشته در نامه ای که به امضای دویست و بیست تن از نمایندگان رسید حمایت خود را از آزمایش موفقیت آمیز موشک اماد اعلام کرد دیپلومات های شورای امنیت میگویند این احتمال وجود دارد که برخی اشخاص یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی به خاطر آزمایش های موشکی به فهرست سیاه تحریم ها علیه ایران اضافه شوند. مسئله ای که با توجه به پیش شرطها و الزامات تعیین شده از سوی آیت الله خامنه ای رهبر ایران برای اجرای برجام ممکن است اختلاف انگیز و به مانعی جدی بر سر راه اجرای توافق جامع هسته ای بدل شود. قطر که از حامیان اصلی اپوزیسیون سوریه در جنگ داخلی این کشور است اعلام کرد ممکن است در پی اقدام نظامی روسیه دست به اقدام نظامی در سوریه بزند این کشور با این حال اعلام کرد که همچنان راه حل سیاسی را برای پایان دادن به بحران سوریه ترجیح می دهد. این سخنان شامگاه چهارشنبه 29 مهرماه خالد بن محمد العطیه وزیر امور خارجه قطر که در مصاحبه با شبکه خبری سی این مطرح شد واکنش سریع دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را در پیداش که اعلام کرد دمشق به شدت به چنین تجاوزی پاسخ خواهد داد کشورهای عربی خلیج فارس نگران حملات هوایی روسیه که برای نیروهای دولتی سوریه امکان بازپسگیری برخی از مناطق در غرب این کشور را فراهم کرده است این مناطق ماها بود که در دست مخالفان حکومت بشار اسد بود قطر از حامیان اصلی گروه های مخالف اسد است و از آنها حمایت تسلیحاتی مالی و سیاسی می کند. وزیر خارجه قطر در پاسخ به این سال شبکه CNN ان که آیا قطر موزه عربستان سعودی را که استفاده گزینه نظامی را در سوریه در واکنش به دخالت نظامی روسیه در این کشور بعید نمیداند تایید می کند گفت در همراهی با برادرانمان در سعودی و ترکیه در هر اقدامی که به حمایت از سوریها ها بیانجامد و از این کشور در برابر تجزیه محافظت کند درنگ نخواهیم کرد بر پایه متن این مصاحبه که خبرگزاری دولتی قطر منتشر کرده است آقای العطیه افزود اگر دخالت نظامی از مردم سوریه در برابر وحشیگری نظام حمایت می کند به طور حتم به آن اقدام خواهیم کرد آقای العطیه در این حال افزود قطر حل و فصل بورانهای منطقه ای را از راه گفتگوی سیاسی مستقیم ترجیح می دهد او در این باره گفت از هیچ رو در روی نمی ترسیم از همین رو از موضع قدرت دعوت به گفتگو خواهیم کرد زیرا به صلح ایمان داریم و کوتاهترین راه برای رسیدن به صلح گفتگوی مستقیم است در واکنش به این سخنان شبکه تلویزیونی المیادین که از لبنان پخش می شود به نقل از فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجی سوریه گزارش داد که گفته است چنانچه قطر تهدیدهای خود را عملی کند و دست به دخالت نظامی در سوریه بزند این اقدام را تجاوزی مستقیم تلقی خواهیم کرد و پاسخمان بسیار سخت خواهد بود همزمان استقبال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از بشار اسد همتای سوری خود در کاخ کرملین انتقاد شدید آمریکا را به همراه داشته است اریک شولت سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه 29 مهر در جمع خبرنگاران گفت ایالات متحده فرش قرمز استقبال از اسد را که علیه شهروندانش سلاح شیمیایی به کار برده در تضاد با هدف اعلام شده از سوی روزها برای یافتن گزار سیاسی در سوریه میداند وی اضافه کرد که اقدامات روسیه در خاور میانه زیانآور است اسد روز سهشنبه 28 مهر برای نخستین بار پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه به طور غیرمنتظره از کشور خارج شده و به مسکو رفت این سفر سه هفته پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در خاک سوریه صورت گرفت و بشار اسد در دیدار با پوتین از های روسیه قدردانی کرد و کمک های نظامی روسیه را مانعی بر سر گسترش تروریست در کشورش خواند جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در اظهاراتی جداگانه سفر بشار اسد به مسکو را غیر منتظره ندانسته و گفت با توجه به رابطه ای که سوریه با روسیه دارد و همینطور با توجه به اقدامات نظامی اخیر روسیه در سوریه به نیابت از بشار اسد سفر اسد به مسکو حرکت غیر منتظری نیست عملیات نظامی روسیه در خاک سوریه تاکنون جان 370 تن را گرفته که طبق گزارش ها یک سوم قربانیان غیر نظامی بودند روسیه ادعا می کند که اهداف جنگنده های هوایی روس مواضع گروه دولت اسلامی و دیگر گروه هستند که روسیه آنان را تروریست معرفی می کند. در مقابل شورشیان مخالف اسد و کشورهای غربی روسیه را متهم می کنند که با مداخله نظامی در سوریه قصد تثبیت جایگاه اسد و حفظ وی بر مسند قدرت را دارد وبسایت افشاگر ویکیلیکس روز چهارشنبه 29 مهر ماه یک روز پس از آنکه هکری ناشناس که خود را دانش آموز 13 ساله دبیرستانی معرفی کرده اعلام کرد که ایمیل های خصوصی جان برنان رئیس سازمان سیا را حک کرده بخشی از این ایمیل ها را منتشر کرده است ایمیل های منتشر شده که در آنها موضوعات مختلفی از جمله معمای ایران مطرح شده ایمیل های خصوصی جان برنان و مربوط به سالهای 2007 و 2008 است که او سمتی در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیان نداشت به گفته ویکیلیکس آقای برنان از این ایمیل گهگاه برای چند پروژه اطلاعاتی گوناگون استفاده می کرده و در طول این دو سال مشغول کار در کمپانی تحقیقاتی آنالاسیس کورپریشن بوده است سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در واکنش به انتشار ایمیل های خصوصی جان برنان اعلام کرد این حمله ای سایبری است که هر کسی را میتواند هدف قرار دهد و چون این اقدامی باید محکوم شود نه اینکه مورد تحسین قرار گیرد به گفته مقام های این سازمان هنوز هیچ نشانه مبنی بر محرمانه بودن اسناد منتشر شده نمیتوان یافت نگرانی اصلی سازمان سیا از شماره امنیت اجتماعی، شماره پاسپورت و آدرس اعضای خانواده و بستگان جان برنان است که از سوی ویکیلیکس منتشر شده است. بخشی از این اسناد هم در برگیرنده فرمی است که کارمندان دولت آمریکا باید برای دریافت اعتبارنامه امنیتی آن را با ارائه جزئیات پر کنند. جزئیاتی کاملا خصوصی از جمله وضعیت سلامت، پیشینه جرائم و مصرف مواد مخدر همچنین روابطش با دولت‌های خارجی که به کارفرمای دولتی امکان کاوش عمیق در گذشته متقاضیان را می‌دهد. گذشته از اینها ایمیل‌ها و فایل‌هایی درباره طرح کنگره برای محدودسازی تکنیک‌های بازجویی و نکته‌هایی درباره فعالیت‌های داخلی محافل امنیتی آمریکا هم توسط ویکیلیکس منتشر شده است. در میان ایمیل هایی که از جان برنان منتشر شده یادداشتی سه صفحه‌ای وجود دارد که او در سال 2007 نوشته و حاوی راهکارهای پیشنهادی او پیرامون تعامل با ایران است وی ای پس از انتخاب برک اوباما در مقام ریاست جمهوری نقشه راهی برای روبرو شدن با مسئله ایران ترسیم می کند. در بخشی از این ایمیل ها آمده است آمریکا چاره ای ندارد جز اینکه راهی برای حیات مشترک پیدا کند و با وجود هر دولتی که در تهران قدرت را در دست گیرد در نهایت این موضوع را بپذیرد او افزوده است که تهران هم باید این موضوع را بپذیرد آقای برنان گفته است توانایی تهران برای پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادیش در نهایت وابسته به روابط غیرخصمانه با آمریکا و غرب است او با اشاره به سیاست چماق و هویج از برک اوباما که در آن زمان رئیس جمهور منتخب بود خواسته بود تا هم پیشنهادی معنادار برای تهران داشته باشد همین که ابزار توسل احتمالی به زور را در دست دیگر نگه دارد او در بخشی دیگر از ایمیل هایی که منتشر شده گفته است در برابر بهبود روابط ایران و آمریکا موانع بسیاری وجود دارد اما هیچ یک تهدیدآمیزتر از رژیمی مذهبی که نزدیک به سی سال است مستقیما یا غیر مستقیم در تروریسم فراملی برای اشاعه اهداف انقلابی خود دست دارد نیست او از جمله به حملات حزب الله لبنان به سفارت آمریکا و تفنگداران آن کشور، حمله به سفارت اسرائیل در آرژانتین یا ترور سفیر اسرائیل در لندن اشاره کرده است. آقای برنان در عین حال با ارتباط دادن مسائل مختلف مربوط به ایران از برنامه اتمی تا حمایت این کشور از تروریسم و خواسته های تهران در منطقه در بخشی از ایمیل ها گفته است گستره موضوعات گفتگو نباید محدود باشد. به گفته برنان این مسائل که بیشترین اهمیت را برای ایران دارد به هم پیوستند آقای برنان همچنین از نامیدن ایران به عنوان بخشی از محور شرارت انتقاد کرده است این عنوانی است که جورج بوش در مورد ایران، عراق و کره شمالی از آن استفاده کرده بود. جان برنان در سالهای بعد به مقام مشاور رئیس جمهوری باراک اوباما در امور امنیت ملی و سپس در سال 2013 میلادی به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA رسید. به گفته روزنامه فاینانشیال تایمز او سالها در این سازمان مشغول به فعالیت بوده و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش پسر نیز مدیر مرکز ملی ضد تروریسم بود. جان کری وزیر امور خارجه ای آمریکا که به برلین سفر کرده با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرده است هدف آقای کری از این دیدار یافتن راهی برای پایان دادن به خشونت‌های اخیر بین اسرائیلی ها و فلسطینیان است وزیر امور خارجه آمریکا همچنین به دنبال آن است تا وضعیت مکانهای مذهبی که محور اصلی تنشهای کنونی است روشن شود در تازه ترین مورد از درگیری پلیس اسرائیل دو فلسطینی را که در یک ایستگاه اتوبوس به یک اسرائیلی با چاقو حمله کرده بودند هدف گلوله قرار داد در جریان این تیراندازی دو فلسطینی مجروح شدند در دور جدید درگیری ها بین نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان تا کنون ده اسرائیلی و چهل و پنج فلسطینی کشته شدند. برای مقابله با نارامی های اسرائیل تدابیر امنیتی شدیدی را به اجرا گذاشته و رفت آمد فلسطینیان به محدوده قدیمی بیت المقدس را محدود کرده است. در همین حال بانکیمون دبیر کل سازمان ملل پس از دیدار با رهبران فلسطینی و اسرائیل نسبت به چشمانداز پایان درگیری ها در این منطقه ابراز ناامیدی کرد بانکیمون که برای رایزنی درباره اوضاع کنونی در اسرائیل و اراضی فلسطینی به خبر میانه سفر کرده بود روز چهارشنبه 29 مهر در تماسی ویدیویی با اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت نسبت به توقف خشونت ها خوشبین نیست ماتیو رایکرافت سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت بانکیمون از تمام کشورهای بانفوز خواسته است که برای آرام کردن اوزاد در این منطقه تلاش خود را به کار گیرند بر تحولی دیگر آنگلا مرکل صدراعظم اعظم آلمان در پاسخ به نخست وزیر اسرائیل گفت آلمان مسئول واقعی سوزاندن یهودیان در ماجرای هولوکاست است سخنان خانم مرکل در پاسخ به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز شده که گفته بود یک رهبر فلسطینی به حکومت نازیها گفته بود تا یهودیان اروپا را بکشد خانم مرکل روز چهارشنبه 29 مر گفت در ذهن آلمانی ها به روشنی این موضوع نقش بسته شده که مسئول هولوکاست نازی ها بودند بنیامین نتانیاهو گفته بود که هیتلر تنها قصد اخراج یهودیان از اروپا را داشته اما مفتی اعظم بیت المقدس به نام حاج امین الحسینی به او گفته یهودیان را بسوزاند این سخنان آقای نتانیاهو را تاریخدانان و سیاست مداران اسرائیلی محکوم کردند. آقای نتانیهو که در کنار خانم مرکل در برلین سخن میگفت اضافه کرده که هیچ کس نباید شک کند که مسئول هولوکاست هیتلر بوده است. نخست وزیر اسرائیل در روز سهشنبه 28 مهر در بیت المقدس و در جریان کنگره جهانی صهیونیست گفت الحسینی پیشنهاد سوزاندن یهودیان را به هیتلر داده است آقای نتانیاهو گفت هیتلر در آن زمان نمیخواست که یهودیان را بکشد میخواست از اروپا اخراجشان کند و بعد حاج امید الحسینی پیش هیتلر میرود و میگوید تو اگر آنها را بیرون کنی به اینجا میآیند بعد هیتلر میپرسد پس من با اینها چه کار باید بکنم و او یعنی الحسینی جواب میدهد بسوزانشان حاج امین الحسینی که در سال 1974 درگذشت یکی از رهبران گرای فلسطینی بود که در دهه 20 و 30 قرن گذشته کارزارهای خشنی را علیه یهودیان و مستعمرات بریتانیا رهبری میکرد. حاج امین الحسینی در نوامبر 1941 در شهر برلین با هیتلر دیدار کرد بنابر گزارش های رسانه های آلمانی در آن زمان حسینی در دیدارش با هیتلر سعی داشته وی را به حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطینی ترغیب کند احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه بار دیگه در انتقاد از کشورهایی که روند تغییر در رو سوریه رو با مشارکت بشار اسد مطرح می‌کنند گفته تصمیماتی که پشت درهای بسته به منظور انتقال قدرت در سوریه انجام میشه ارزشی نداره بلکه مردم سوریه باید با اون موافق باشن و یقین پیدا بکنن که صلح به کشورشان باز خواهد گشت به گفته رویترز برخی مقامات ترکیه اخیرا از این موضوع صحبت کردن که ترکیه خواستار برکن فوری اسد نیست و اسد میتونه شش ماهی برای آماده کردن شرایط تغییر در سوریه بر سر قدرت باقی بمونه اما در این سو به صورت روشن و واضح آقای داوود اغلو نخست وزیر ترکیه گفت که مسئله اصلی امروز در سوریه نه فرمول انتقالی با اسد بلکه فرمول رفتن اسد هستش داود اغلو مجددا تاکید کرده که کشورش با هر فرمولی که مورد تایید مردم سوریه نباشه موافقت نخواهد کرد اما فرمول انتقال و قدرت در سوریه با حضور اسد فرمولی هستش که اساسا طراح و پیشنهاد دنده اون روسیه و جمهوری اسلامی هستند در این فرمول اگرچه به روند تغییر در سوریه اشاره شده اما این تغییر رو منوط به مشارکت و همکاری اسد در یک دوره انتقالی کرده ایران طرح چهار ماده ای که مطرح کرده شامل برگزاری انتخابات در سوریه زیر نظر سازمان های جهانی هست و میگه آنچه که مردم سوریه انتخاب بکنن باید مورد پذیرش باشه تکیه بر نظر مردم رو هم الان دولت ترکیه مطرح میکنه اما این تشابه گفتار دو کشور که یکی حامی اسد و دیگری مخالف اسد هستش در واقع تفاوت های بنیادینی هم با هم دارن همین دیروز آقای داوود اولو هم همین ادبیات رو به کار برد و گفت که نحوه انتقال قدرت در سوریه باید با موافقت مردم باشه البته هر کدوم از این دو کشور همانطور که اشاره کردم با دید خودشون این موضوع رو مطرح میکنن جمله آقای داود اغلو در این باره میگه که تا زمانی که 5 میلیون آواره سوری که دو میلیون از اونها در ترکیه ساکن هستند نگویند صلح به کشورم برگشته و خواهان بازگشت به کشورم هستم صحبت از روند انتقال و قدرت بیمعنا هستش در واقع ترکیه میگه اگر قرار هست تغییری در سوریه در یک سازوکار انتخابات آزاد صورت بگیره باید رأی و نظر آوارگان که یک جمعیت پنج میلیونی هم هستن دیده بشه اما همچنین آقای داوود روز گذشته در واکنش به سفر ناگهانی بشار اسد به روسیه گفت که با سفر بشار اسد به مسکو حمایت روسی از او آشکارتر شد با لحن تنامیزی هم البته آقای داوود ادامه داد که کاش اسد مدت بیشتری در مسکو میمان تا مردم نفس راحتی بکشن یا برای همیشه آنجا میمان تا روند انتقال قدرت در سوریه شکل میگرفت اما به یک خبر دیگه هم اشاره بکنم طبق گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه امریکا دوازده فروند جنگنده جدید رو وارد پایگاه هوایی انجلیک در ترکیه کرده گفته شده جنگنده های تاندربولد ایتن که امریکا به این پایگاه انتقال داده تحت عنوان قاتل تانک نام دارن که اساسا عملیات اونها برای انهدام تانک ها و خودروهای زرهی هستش و قابلیت پرواز در ارتفاع خیلی پایین و سرعت کم رو دارن وزارت دفاع امریکا پنتاگون در این باره گفته که ترکیه به عنوان متحد ناتو اهمیت زیادی در زمینه مقابل با داعش برای ما داره محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز چهارشنبه 29 مهر گفته های مؤسس تلگرام مبنی بر درخواست ایران برای دسترسی به اطلاعات کاربران این پیام رسان را شدیدا تکذیب کرد و گفت دلیل اختلال در کار تلگرام در ایران طی روزهای گذشته اختلال در اینترنت ایران بوده است وی در عین حال تصریح کرد این وزارتخانه برای حذف بخش های غیر اخلاقی به مدیران این پیامرسان ایمیل ارسال کرده است. آقای واعظی گفت طی دو هفته گذشته سه کانال ارتباطی در حوزه ترانزیت پهنای باند اینترنت که ایران را به دنیا متصل می کند دچار اختلال شده بود و این موضوع باعث به وجود آمدن اختلال در دسترسی کاربران به اینترنت و از جمله تلگرام شده است پاول دورف مؤسس پیامرسان تلگرام شامگاه سه شنبه 28 مهر گفت درخواست ایران برای همکاری در زمینه جاسوسی از شهروندان این کشور را رد کرده است و این دلیل فیلتر شدن این پیامرسان در ایران است. آقای واعظی گفت که کارگروه تعیین مصادیق خواستار فیلترینگ تلگرام بوده است اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آنها فرصت خواسته تا در مکاتبه با تلگرام خواستار حذف بخش های غیر اخلاقی این پیام رسان شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت طی چند ایمیل به مسئولان تلگرام مکاتبه کرده و آنها نیز صفحات غیر اخلاقی را مسدود کردند اما دو هفته پیش مجددا برخی از این کانال ها باز و دسترسی آن آزاد شد که ما به ناچار مجددا ایمیلی به مسئولان این سایت زده و از آنها خواستیم تا این صفحات را مسدود کنند که در حین رد و بدل کردن این مکاتبه موضوع این اختلالات پیش آمد. ساعتی پیش از گفته های آقای واعزی محمد رضا فرنقی مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده بود که شبکه تلگرام مشکلی ندارد و کاربران می توانند از آن استفاده کنند. آقای فرنقیزاده گفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ گونه نقشی در اختلال این پیام رسان نداشته و نام اینیز از کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ برای مسدود کردن این نرم افزار دریافت نکرده است. وی تصریح کرد ادعای این مدیر تلگرام در صورتی که توییتر اعلام شده صحت داشته و واقعی باشد مورد پیگیری قرار میگیرد. داوود ایان مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز در مصاحبه ای با شماره ی روز چهارشنبه روزنامه آفتاب یزد گفت این شرکت تصمیمی برای فیلترینگ تلگرام ندارد آقای زار ایان گفت سیاست دولت یازدهم از ابتدا مخالفت با فیلترینگ بوده و همچنان هست و تا آخر عمر این دولت هم خواهد بود آقای زار ایان گفت بهترین راه در مقابل به سوء استفاده ها در فضای مجازی فیلترینگ هوشمند است در فیلترینگ هوشمند که پیش از این درباره شبکه اینستاگرام در ایران اجرا شده به جای فیلتر کامل شبکه های اجتماعی بخشی از محتوای آن که در این برنامه تعیین شده از دسترس خارج خواهد شد. در ماه گذشته دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام در تلفن همراه ایران با اختلال روبرو شده و شایعه مسدود شدن آن نیز مطرح شده بود. بنابر آمارهایی که در وبسایت های مربوط به اپلیکیشن ها و تلفن هوشمند منتشر شده است، اپلیکیشن تبادل پیغام کوتاه تلگرام که در ایران محبوبیت زیادی پیدا کرده، روزانه حدود 10 میلیارد پیام را در سراسر جهان خبرگزاری مهر روز چهارشنبه 15 شهریور شهری بر به نقل از محمد حسین انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارش داد که سیزده میلیون ایرانی کاربر اپلیکیشن تلگرام هستند و میزبانی سی درصد اطلاعات این کاربران در داخل ایران انجام می شود. تلگرام گفته های دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران در مورد میزبانی 30 درصد از اطلاعات کاربران ایرانی این اپلیکیشن در ایران را 100 درصد نادرست توصیف کرده بود